نشست هماندیشی مرکز مطالعات راهبردی نجف اشرف از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی شیرازی در شهر نجف اشرف با حضور جمعی از نویسندگان، روزنامه نگاران، اساتید حوزه و دانشگاه و خبرنگاران برگزار شد. در این نشست کتاب سخنرانی حسینی بین واقعیت و نیازهای تجدید که به تازگی توسط این مرکز به چاپ رسیده است مورد بررسی قرار گرفت. منابع رسانه محلی در افغانستان از رسیدن 40 میلیون دلار پول نقد به دولت طالبان خبر دادند. به گفته این منابع رسانه‌ای با موافقت دولت ایالات متحده آمریکا 40 میلیون دلار از پول بلوکه شده افغانستان که از زمان دولت قبل در کشورهای مختلف توقیف شده بود آزاد شده و به دست دولت طالبان رسید. دانشمندان بر این باورند که میزان مواد رسوبی حمله شده توسط رودخانه ها در طول جریان و محل رسوب این مواد برای حفظ محیط زیست اهمیت زیادی دارد و برای زندگی انسان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تیمی از پژوهشگران دانشگاه دارتموس تأکید کردند که این کارکرد اصلی رودها به سبب تغییرات بی‌سابقه است که انسان در چرخه انتقال مواد رسوبی از طریق رودها در 40 سال اخیر ایجاد کرده و در معرض خطر قرار گرفته است. بیش از یک قرن و نیم است که دانشمندان پی برده‌اند که دو منطقه در مغز وجود دارد که مسئول فرایند زبان است. منطقه اول همان ناحیه بروکاست که در بخش پیشانی نیمکره غالب اغلب نیمکره چپ در مغز انسان قرار دارد و مسئول ساخت و تلفظ کلمات است. حالا یک تیم تحقیقاتی بین المللی به رهبری دانشمندانی از مؤسسه فناوری ماساچوست توانستند یک شبکه مغزی منحصر به فرد را کشف کنند که به گویندگان همه زبانها تقریبا به یک روش پاسخ می دهد و مسئله ماهیت تنوع زبانی بین انسانها و جنبه های بیولوژیکی و فرهنگی آن را دوباره مطرح می کند. منابع محلی بحرین خبر دادند که دولت این کشور از برگزاری عزاداری محرم توسط فعالان و زندانیان سیاسی جلوگیری می کند. نگاهی به تاریخ سیاسی این کشور نشان می دهد در 40 سال اخیر حکومت بحرین همواره به بهانه های مختلف با برگزاری مجالس عزاداری شیعیان مخالف و مقابله کرده است. مراسم عزاداری مرکز جهانی آیت الله العظمی شیرازی و مرکز اسلامی ایرانیان در مونتریال کانادا برگزار شد و در طول دهه اول ماه محرم الحرام ادامه خواهد داشت. در این مراسم حجاج اسلام سید محمد باقر منظور الاجداد و شیخ صالح سیبوی به سخنرانی پرداخته و سپس مراسم نوحه خوانی و مداحی برگزار شد.